بله برگشتیم، با شما هستیم در بخش صحتمند باشید و در این بخش هم با جناب دکتر صاحب قیس نگزاد در کنار شما هستیم، متخصص امراض داخلی عمومی، و موضوعی که امروز انتخاب کردیم و قرار هست روش صحبت بکنیم دکتر صاحب تکان قلب هست و اینکه تکان قلب چگونه یک مرضی هست، آیا مرضی گفته میشه و اگر تداوی نشه، اگر جدی نگیریم چقدر میتونه واقعا باعث مشکلات در وجود باشه. و سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. خیلی ممنون، سلام خدمت شما، خدمت تمام دستاندرکاران عزیزتان و تمام هموطنان که مینکرون ما را به صورت زنده تعقیب میکنن. امیدوار هستم از گزند روزگار در امان باشین و از بحث کوتاهی که امروز با شما میداشته باشم به معلومات صحی و طبی هم وطنای ما افزوده شود. سلامت باشین، بسیار زیاد خوش آمدید دکتر صاحب. حالا سوال از اینجا آغاز بکنم که تکان قلب چی هست و چرا به وجود میاد؟ خب اصطلاح اصلی و اصطلاحی که به طور مثال از لحاظ طبی ما به خاطر تپش های ناخوشایند قلب یا تکان قلب استفاده میکنیم عبارت از پالپیتیشن است. یعنی در حالت نرمال وقتی که قلب ما خون را به بیرون میرانه و پس دوباره از خون مملو میشه، یعنی فعالیتش ما چندان آگاهی بیرونی نمیداشته باشیم. به اساس هر علتی که در نزد یک فرد قلب به شکل کوبنده، به شکل لرزانده و به شکل تکاندهنده در قسمت سینه حس شد و مریض مضربان قلب خود به شکلی که به طور مثال کسی که یک چیز ضربه بزنه احساس کرد، در می صورت اصطلاح پالپیتیشن یا تکان قلب یا تپش قلب یا اگان تو میگه دل میلرزه، بله، این اصطلاح استفاده میکنم برش یاد میشه. خب تکان قلب ممکن است در نزد یک فرد به شکل متقطعی ایجاد شود، مثلا یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه دوام کنه و یا بعض اوقات حتی جنبه روانی اگه داشته باشه ممکن است بیشتر از 15 دقیقه دوام کنه، و یا که بعض اوقات ممکن است در نزد یک فرد به شکل سستند یا متداوم طولانی موجود باشد. یعنی کسانی که از لحاظ روحی آرامش ندارن بیشتر دقیقاً میایم در سر از این صحبت میکنیم. بله. یکی از عواملی که مثلا ممکن است باعث ایجاد تکان قلب شه منشی روانی هست. نقطه دیگه که میخوایم بیان کنم و عبارت از این است که به صورت عموم این یکی از عمده ترین شکایات مریضا را تشکیل میده که اکثر اوقات باعث مراجعهشون به پیش دکترا میرسه. یعنی اکثر مریضایی که مراجعه میکنه میگه دکتر صاحب دیگه مشکل ندارم، خود دلم تکان میکنه. این تکان قلب اکثر اوقات پیش مریضا در وقتی که استراحت می باشند، در شب هنگام وقتی که تمام منبهات دیگه کم می باشد زیادتر محسوس می شه، بیشتر در قسمت ساحی که قلب است ضربان اکثر مریضا ممکن است حس کنند. در مورد از این که چه چیز باعث میشه تا در نزد یک فرد تکان قلب ایجاد شوه یا نشه، و یا که به طور مثال مریض وقتی که تکان قلب پیش به وجود آمد تشویش داشته باشه یا نداشته باشه، عمدترین عواملی که باعث میشه تا در نزد یک فرد ضربان ناخوشایند و ناگوار را در قلب ایجاد کنه، چهار فاکتور را ما باید از نظر دور نمانیم. نمبر اول، در حدود 43% واقعات تکان قلب منشأ قلبی داره، یعنی یک سلسله آفات در قلب موجود است. ممکن بی‌نظمی برقی در قلب موجود باشه، ممکن والهای قلب مشکل داشته باشه، و یکی ممکن است شریانایی که به قلب به عضله قلب خون را میرسونه اینا مشکل داشته باشه. در حدود 31% واقعات تکان قلب منشی روانی داره، یعنی فرد در صورتی که استرس داشت، در صورتی که حالتهای استرابار پیش موجود بود، و یایی که سوماتوفورم داشته باشه. یعنی به چی مفهوم؟ یک فرد هیچ نوع مشکل نداره، در خانهشان در سر یک نفر دیگه عمله قلبی آمده، این میگه از مامم تو راست. یک بتر مثال مامای سرطان دماغ داشته، میگه از مامت من سرطان اندکترین سردردی که پیش پیدا شد تشویش کده میره. یعنی هیچ پاتولوژی و مرض پیش مریض موجود نیست، ولی پیش دادان دکترم که ببریش قناعت نمیکنه، میگه نه می مریضی را دارم. بله. یعنی در نزد افرادی که لحاظ عصبی مشکل می داشته باشن، در 31% واقعات ممکن است پیش از اینا پالپیتیشن یا ضربان ناخوشایند در قلب وجود باشه. حالات دیگه همچنان وجود داره که باعث میشه تا در نزد یک مریض ضربان ناخوشایند در قلب وجود بیاد، مثلا در پیش ورزشکارا، در حالت اکسرسایز یا فعالیت فیزیکی، در وقتی که ما شما به طور مثال کم خون باشیم. بله. در پلی از اونایی که از انواع و اقسام مختلف تنباکو استفاده میکنن، اونایی که چرس استفاده میکنه یا به طور مثال سیگارت استفاده میکنه یا آمفیتامین یا کوکائین سایر مواد مخدر استفاده میکنه، اونایی که الکل استفاده میکنه ممکن ضربان قلب پیشان موجود باشه. یک سری دواها همچنان ممکن است تکان قلب را به وجود بیاره. در صورتی که تمام از عوامل را ما پیدا نکنیم، در 16% واقعات ما نمیتونیم کدام عامل مشخص به خاطر ضربان قلب پیدا کنیم. در کل واقعات تکان قلب خطرناک نیست، ولی او تکان قلبی که اگر به طور مثال منشأ قلبی داشته باشه باید علتش پیدا شود. بله. و دکتر صاحب در این مورد بگوین که خطرناک ترینش کدام هست، کدام تکان قلب ما بسیار جدی بگیریم؟ بسیار نقطه خوب را شما
اشاره کردین، ما در افغانستان همیشه کوشش میکنیم در بعض امراها افراد کنیم و در بعض واقعات به طور مثال که باید توجه کنیم توجه نمیکنیم. حالا من میخوام مشخص بسازم که تمام افرادی که تکان قلب دارن ضرور نیست که بسیار زیاد تشویش کنن، ولی اگر حالت های مشخصی که من بیان میکنم توأم با او مریض تکان قلب میداشته باشه، این بدون قید و شرط باید به متخصص بخش قلب مراجعه داشته باشه. طوری که اگر تکان قلب توأم با ضعف باشه، یعنی مریض به طور مثال دپوری تکان قلب یک دفعه ببینید که گراز کده مفته یا که سرچرخی میداشته باشه، اگر تکان قلب توأم با فشار بلند باشه، یعنی مریض تکان قلب اون داره ضربان بسیار شدید قلب میداشته رو با فشارش بسیار بالاست، اگر تکان قلب یا ضربان ناخوشایند قلب توأم با سقوط فشار باشه، اگر مریض فاکتورهای خطر امراض قلبی پیش موجود باشه، مثلا مریض چاق باشه، فشار بلند داشته باشه، شکر داشته باشه و دپولیش ضربان ناخوشایند در قسمت قلبش وجود بیاید، اگر مریض در گذشته کدام حمله قلبی را تجربه کرده باشه، اگر مریض تکان قلب داره توأم با او در راک میره سینه‌اش درد میگیره و یا اینکه ضربان قلبشون زیاد میشه و نفس کوتاهی می داشته باشه، و یا مریضایی که در گذشته در قلبشون کدام اسپرینگ تطبیق شده یا به طور مثال کدام رگ دیگه تطبیق شده، توأم با ای اگر تکان قلبشون به وجود آمد اینا باید نادیده نگیرن، سطحی نگیرن، خدای نخواسته ممکن است حالت تهدید کننده حیات رو پیشون به وجود بیاره، به زودترین فرصت اینا به متخصص بخت مراجعه می داشته باشن تا اینکه عاملش پیدا شوه. بله، و دکتر صاحب در رابطه با تشخیص و تداویش هم اگر اشاره داشته باشین که چگونه باید تشخیص شه و تداوی یا کدام مراحل باید طی بکنه. بسیار نقطه خوب را شما اشاره داشتین. متاسفانه ما در افغانستان به صورت عموم امکانات بسیار زیاد کم است، ولی توقع مردم از طبابت بسیار زیاد. به می خاطر یک مریض وقتی مراجعه میکنه توقع داره که با گرفتن هم یک نوار قلبی یا به طور مثال با یک گراف قلب برش بگی که عامل مرض تینی از بزرگوار و اینی هم دوایش نخیر. تمام امراض رو ما نمیتونیم بشی و تداوی کنیم. تداوی تکان قلب، تکان قلب خودش یک عرض است که در سیر امراض مختلف ممکن است به وجود بیاید. مهمترین فاکتور عبارت از اینکه ما عاملش را پیدا کنیم. مثلا اگر یک فرد از باعث الکل، از باعث امفیتامین، از باعث کوکائین، از باعث توباکو، از باعث به طور مثال قیلون، از باعث سیگارت پیش تکان قلب به وجود آمده او را دور میسازیم. اگر از باعث کدام دوا تکان قلب پیش به وجود آمده او را برش پیش مریض دور میسازیم. اگر تپش قلب از باعث پرکاری غده جاغور به وجود آمده برش دوا میتیم. اگر پیش مریض کدام بی‌نظمی برقی قلب است باید عاملش پیدا شود. اگر به طور مثال کدام وال تنگ است، حتی بعض اوقات ضرورت به است که به خاطر اصلاح تکان قلب پیش یک مریض سینه‌اش واشه و جراحی قلبی صورت بگیره پیشش. بنابراین تمام واقعات ما نمیتونیم با استفاده از تجویز نسخه بر مریض توصیه کنیم. اگر تکان قلب پیش مریض جنبی عصبی می داشته باشه، دواها به خاطر اعصاب مریض توصیه میشه و دپوریش روان درمانی و گفتار درمانی پیش مریض صورت میگیره، ما کوشش میکنیم حالت های تهدید کننده حیاتی که باعث تکان قلب است او را اول پیدا کنیم. قلب مریض آیا مشکل داره نه، آیا والای قلب مریض مشکل داره نه، آیا شریان های قلب مریض مشکل داره نه، آیا مریض کدام اسپرینگ تیر کرده نکرده، آیا در گذشته کدام عمل قلبی رو تیر کرده نه. اگر این مسئله گا کلش رد شد دوا را میپالیم، اگر دوا مشکل نداشته کدام عمل آفات های هورمونی را میپالیم، اگر کل از یا رد شد جنبه روانی می داشته باشه مریض ری اشورنس میتیم، اطمینان میتیم که هیچ قابل تشویش نیست و گل پاکیزه جور تیار است. اگر به طور مثال منشأ قلبی داشت باید علتش پیدا شه و مریض یک ثانیه هم باید در مقابل از بی‌اعتنایی نکنه، به خاطر که قلب اما قدر روز جوان مرد است که کل عمر کتی ما میسازه و در 5 ثانیه بعض اوقات ممکن است حیات ما و شما را معامله کنه. بله، ان شاءالله که دکتر صاحب به مریضانی که البته به این مرض مبتلا هستن پیش دکتر صاحب حتما مراجعه بکنن، و از وقتی که دکتر صاحب شما میان در کنار ما هستین بسیاری از هموطنان ما نمبر شما را میخواین از ما که تا کی پیش شما مراجعه بکنن، و بسیاری دکترها هستن دکتر صاحب وقتی یک فرد سردرد میشه، تکان قلب به وجود میاد، یا یک کمی حالتش غیر نرمال میشه، فقط فشار هم میبینن و یک نسخه نوشته میکنن. آیا این علم غیب داره؟ ما نمیفهمیم واقعا، و ما اصلا در پیش چنین دکترها تا بار مراجعه نکردیم، چون فقط با فشار دیدن که مشخص میکنه که چی مرضی میداشه باشه بدون از اینکه دیگر معاینات را تطبیق بکنه. به هر صورت به نظر شما واقعا دکتر که باید پیش از مراجعه بکنیم، آیا دکترای افغانستان ما همیشون معیاری هستن و تشخیص داده میتونن؟ چون اگر قلب ما یک مشکل داشته باشه و بر ما دیگر دوا تجویز بکنه هیچ قدر مشکلات را باوجود بشه. شما نقطه خوب را اشاره کردین. ببینین یک اصولی که به طور مثال من حیث یک کلینیکن همه دکتر شبه باید مراعات کنه، ما با این علم قلیل خود نمیتونیم تمام افراد را به طور مثال مورد مؤاخذه قرار بدیم، به خاطر بعض چیز منتقدین ما بشار شد تا از بیشتر میشه، ولی هدف در سر ازی است که به مجردی که به طور مثال ما به یک مریض به طور مثال تماس می داشته باشیم، اولین کاری که باید اجرا شوه به عبارت دیدن وایتال ساین های مریض است، یا علائم حیاتی مثلا نبض مریض، فشار مریض، ضربان به طور مثال قلب مریض، ضربان نبض مریض دیده شوه، ولی فقط دیدن یک فشار تمام موضوع را به طور مثال نمیتونه پیش شما حل بسازه و بسنده و کافی نیست. بعض
اوقات ممکن است فشار مریض نرمال باشه ولی یک پروسه در حال تخریب شدن باشه. بنابر این بعض اوقات یک سلسله امکانات به طور مثال چون در کشور ما شما کم است، به خاطر یک بی‌نظمی قلبی یا بی‌نظمی برقی قلب اتو مطالعات ضرورت است که برای که در افغانستان اجرا نمیشه ممکن است در هند و پاکستان همچنان اجرا نشه. مثلا یک مریض ضربان قلب به طور مثال پیش نرمال دور نرمال یک دفعه ببینه که 10 بجه شب یک دب ایت رقم میزنه خدا. بنابر این بعض اوقات بر مریض ضرورت است که لوپریکاردرا در این قسمت چه پر یک وسیله غرض میشه یا در موبایل مریض کنکت میشه یا به طور مثال مریض در وقت که حمله یک گرافش گرفته میشه تا اینکه دیده شه که بی‌نظمی علتش چی است. بنابر این دیدن فقط یک فشار بسنده نیست، یک سلسله پاتولوژی که متاسفانه در مملکت ما شما به شکل غلط ترویج پیدا کرده که می سر درد بود مریض به طور مثال خودش میگه یا چربی خونم بالاست یا فشار، در حالی که در کدام تکست بوک اومده که مثلا مریض حتما فشار بلند که داشت باید سرشام درد کنه و چربی خون که داشت سرشام باید درد کنه، در حالی که اصطلاحات کاملا غلط است. اکثر اوقات ما کوشش میکنیم به خاطر اصلاح سازی از این کار کنیم. بنابراین ما تقاضای ما این است که سردردی، سوزش پای، سوزش دست، بزبز کردن ناخن که چربی خون از برای خدا ارتباط نداره و ما فقط به طور مثال یک سری اصطلاحاتی که در بین جامعه ما شما ترویج پیدا میکنه، مثل که امروز هم هر کسی ببینه که مشکل قلب پیشش نمیگرده، همین تکان قلب که حیات معامله میکنه پیش نمیگرده، میگه دکتر سر معده مشکل داره، اچ پایلوری مشکل داره. بنابراین باید اصطلاحات تجارتی راستا است ما ری شکن بسازیم و منشی اساسی مرض پیدا و اگر زور ما میرسه خوب نمیرسه به سنگ ماچ کرده در جایش بانیم، راجع باید شا به یک از مراکز سوفیستیکیتد که علت مرض تثبیت و به اساس بر مریض دوا توصیه. دقیقاً بله. و سوال اخیر که میخوایم پرسان بکنم، چه کار بکنیم یا چه راهکارهایی را بسنجیم تا که یک قلب سالم داشته باشیم، قلبی که دور از تکان قلبی باشه و دور از امراض قلبی باشه؟ بدون شک اگر تکان قلب در نزد یک فرد در سری یک سلسله امراض اسکیمیک یا امراضی که به قلب به صورت درست خون نمیرسه تحسس کرده باشه و یا که به طور مثال در سری یک سری دواها تحسس کرده باشه، در سری امراض ناهنجاری روحی به وجود آمده باشه، اینا بهترین راه های وقایه را دارن. مثلا ما استرس خود باید کنترل کنیم، استراب خود کنترل کنیم، شیوه های مختلف وجود داره. امروز خبر دارین کاستاس تا بخش روان درمانی و ایگاپا یا جای دوا را در امراض روانی گرفته رایسته. ما خود ما برای خود کانگیزه نتیم، یک بمب اتم که خود ما در مغز خود انفجار نتیم، راه حل دیگه تداوی نداره. اگر امراض روانی است باید خود ما مورد منیجمنت قرار بدیم، روان خود ما تحت تاثیر خود قرار بدیم، دپالی از او دواها مثل سیگارت، الکل و قهوه هیچ مزخرفات که هست باید اینا به طور مثال از رژیم ما دور شوه. امراض قلبی رو کوشش کنیم وقایه کنیم، وزن خود کم کنیم. مسئله وزن که میشه ما کوشش میکنیم اول خود کم منسجم بسازیم، به خاطر که هموطنان ما نگه که دکتر سیب خودش چه قچاق است همیشه از وزن گپ زده. دپالی شما مناسب است. فعالیت فیزیکی باید مریضا داشته باشه، حداقل یک 30 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی داشته باشه، در پلوی فعالیت فیزیکی نمک استفاده شه کم بسازه، استفاده ترکوریجات زیاد بسازن، استفاده میوه‌جات زیاد بسازن، استفاده به طور مثال اکثر دخانیات باید تنقیص داده شود. اینی چیزا فاکتورهایی هست که مثلا ما رو سالم نگاه میکنه، ولی اگر کدام بی‌نظمی برقی قلب به وجود آمده باشه او فاکتوری هست که به طور مثال موجود است، باید علتش تثبیت و به اساس بر مریض هدایت کافی مداخلوی، یعنی که به طور مثال تا ضرور است که قلب مریض واش شود یا که به طور مثال دوایی بر مریض توصیه شود. بله خیلی تشکر دکتر صاحب از حضور شما در برنامه. خیلی ممنون، تشکر از شما، از تمام هموطنان ما که ما رو تحمل کردید. بله زنده باشین. تشکر از شما از آنکه بینید بودین. وقفه بسیار کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.